مادر عکسمو گذاشتم وسط عکس هنرمندایی که دوست داشتی. شاید وقتی اونا رو نگاه میکنی منم یادت بیاد. بعضی روزا صبح که از خواب بلند میشم بوی تند کافور همه جا به مشامم میخوره و حس میکنم که تو غذای روح ما کافور ریختن و همه چیز رنگ و بوی خودش از دست داده. اون وقتی که یاد گلهای یاس شما و بوی عطر یاستو میفتم و با شتاب میام اینجا. عطر یاس شما اون بورو از بین میبره و تمام خاطرات کودکی منو دو مرتبه زنده میکنه. بچه که بودیم شما هفته یه بار میرفتیم خیابون استانبول خرید و یکی از ماها رو با خودتون میبردید. وقتی نوبت من میشد مثل که دنیا رو من داده بودن. بعضی موقع ها به خودم جرأت میدادم، دست شما رو ول میکردم و با شما فاصله میگرفتم برای اینکه ببینم که تا کجا میتونم تو بوی عطر یاس شما راه برم. مادر نه، من نباید اینو بگم، ولی سرطان بهتر بود. هر مرضی از این مرض شما بهتر بود. این بیماری مردن قبل از مردنه و روانیست آدم عزیزشو دو دفعه از دست بده و دردشو تحمل بکنه. ولی من امروز اومدم برای شما داستان بخونم. داستان امروز یه داستانیست به نام افسانه سکوت از ادگار آلن پو. در زمانهای خیلی دور شهر و دیاری بود که در آن صدایی نبود. نه بادی میوزید، نه آسمان میغرید، نه پرنده ها میخواندند و نه آبشاری که صخره ها را به صدا درآورد. مردم این دیار مهر سکوت بر لب داشته و از آنچه بر آنها میگذشت حرفی نمیزدند. تا اینکه روزی مسافری به آن شهر آمد و از شهروندی پرسید این راه به کجا میرود. صدای او چون انفجاری مهیب در مغز شهروند که چیزی جز سکوت نمیشناخت صدا کرد. بهمن خانم، شما چرا خودتون رو بی خود اذیت میکنین؟ مادرتون که از این کتاب و داستان ها چیزی متوجه نمیشه. میدونم حرف شما منطقیه و میدونم که این داستان ها بیماری اونو شفا نمیده، ولی من تنها امیدم اینه که یکی از این داستان ها، یکی از این جمله ها، یکی از این کلمات جرقه‌ای در ذهن اون بزنه و اون من یادش بیاد و مهمتر از اون خودش یادش بیاد.